یعنی کار شیخ حسین بوده؟ ای کار اون بوده باشه، معنیش اینه که دیگه نباز قطعی اتفاق بیفته. نصرت میگفت قاتل و دیرت نشه نعمت. شما عمری نداریم پهلوون؟ نه عرضی نیست. پس رخصت پهلوون. صاحب فرصت پشت پناهت. خانوادرم سلام برسید. سلامت باشین. با اجازه آقای اشمت. خیر پیش. فکر میکنی کجا ممکنه رفته باشه پهلوون؟ کی؟ حواست کجاست؟ نصرتو میگم دیگه. چه میدونم والا. از کار این دنیا نمیشه درست سر در آورد آقای اشمت. بعضی مثل این که به دنیا میان که تا دم مرگ دو به شک باشن چی درسته چی غلط، چه کاری رو باز پا جلو گذاشت چه کاری رو نباز. عالمه چی میگه پهلوون، اما دو به شک نبودنم موقعی اومد داره که جلو رات یه دیوار سنگی سبز نشده باشه. خب من دیگه باس برم. قراره امشب یادت نره. یا حق. حق نگه داره. شوبش بیشتر میشه. ثواب اینه که سایه به سایه دنبالت بیام. این قسمتم بیشتر آروم قرار میگیره. تو انقدر خوبی که حتی این کارم نمی کنی. حکما نمیخوای که برای شوهرت حرف در بیارم، پس برو بگیر بخواب. توکلت هم به خدا باشه. مراقب خودت باش. سلام پهلوون. سلام. سلام. علیک سلام. چه غمگین میزنی اکبر آقا. آخه نغمه ساز کسی که پلاسش خاکه و بالشش سنگ دیگه از این شادتر نمیشه پهلوون. اونم با این اوضاعی که میبینی، هنوز آب کفن پهلوون خلیل و دومادش خشک نشده. شیخ حسینم از پیشون رفت. پناه بر خدا. راستی پهلوون، از آقا نصرت چه خبر؟ هیچ خبری ازش نیست. انگاری آب شده و رفته تو زمین. بیچاره خانوادهش. بیچاره خانواده شیخ حسین. خب اکبر آقا. جون اکبر، تو بالاخره نمیخوای یه سر و سامونی بگیری؟ شوخیت گرفته پهلوون. نه جدی میگم.
آخه تا کی میخوای سیلون ویلون کوچه ها باشی مرد؟ تا هر وقت پیمونه عمرم تا بکشه. باشه، هر طور که راحت داری. مش عبدالله. بله. قرارمون گرگومیش صبح. به خدا من که راضی به زحمت تو نیستم پهلوان. آخه دست تنها که از پسش بر نمیاد. هرچی شما بگیم پهلوان. راستی؟ بله. حالا پسرت چطوره؟ گذاشتیش مکتب خونه؟ از صدقه سر شما بله. دلمو شاد کردی. یا حق. خدا نگهدارتون باشه. پهلوان. بله. یا علی. یه چیزی هست باید بدونی. چه چیزی؟ تا حالا شده به کسی که خیلی دوستش داری قول بدی که اگر جونت بره اون قولت نمیره؟ آره، چطور مگه؟ منم بعد مرگ زنم شکوفه با خودم عهد کردم که تا زنده هستم سر راحت زمین نذارم و تا آخر عمر زیر سقف هیچ خونه ای نره. دل اگه دل باشه حرف و قولش نمیتونه بیشتر از یکی باشه. حالا چی میگی؟ چی بگم؟ چی دارم که بگم؟ مرد و قولش. یا حق. خدا نگهدار. یا علی. رفیقت رفت؟ خیلی وقته. چرا برای شم نگرش نداشتی؟ اون وقت ننش دل نگرونش میشد و چادر چاخچور میکرد تو کوچه. خوبه، لاغر حرمت کسی رو که بزرگش کرده داره. باز که داری گوشه میزنی ننه؟ خدای نکرده مگه کوتاهی از ما دیدی؟ چه توفیر، وقتی در حق خودت کوتاهی میکنی انگاری که در حق منم کردی. یه جغل بچه بودی که مادر پدرت رفتن به رحمت خدا. از همون موقع دل از همه بچه هام بریدم تا بتونم نوم و زیر بال و پر خودم بزرگ کنم. کار آسونی نبود، اما هر جور بود از پسش بر اومدم با این آرزو که قبل مرگم دست یه دختر خدا لایق دیده رو که بتونه خودتو زندگیتو ضبط و ربط کنه بذارم تو دست تو، با خیال راحت رو به قبله دراز بشم. اما نمیدونم چه لمی تو کار توه که همش نمیاری. درد دلت هم که به من نمیگی، فقط بلد یه گوشه تو خودت غمبرک بزنی. همه ببینم انگشتری تو چیکار کردی؟ انگشتری ما حتما تو دکونجا گذاشتن. شایدم تو کوچه گذر از انگشتم افتاده باشه. هیچ میدونی اون انگشتری یادگار پدر خدا بیامرزت بود؟ جای دوری نرفت.
قاتل پهلوان خلیل. غلط نکنه کار این بچه های آتیش پاره است. حالا دیگه به عکس ما فوش میدی ها؟ بی طرف تو رو خدا به بچه هم رفت کن. دل خدا ببین مردم جون و مال خودشون رو سپردن دست کیا. چر هوناق منو میترسونی؟ اگه به موقعش تلافیشو سر در نیاوردم. شوخی کردم بابا، راستشو بخوایا بعض حال خودم چندون بهتر از تو نیست. جدا؟ جون تو واسه همین اومدم تو حریم کشی که تو که تنها نباشم. مرگ تو نباشه جون خوده. جون خوده اون چند وقته که کاشته بودنم دم خونه پهلوان خلیلا حسابی بهت عادت کرده بودم. مؤدب باش. اینطوری هست دیگه، خاصیت ترس یکیش همینه که آدم ها رو دوره بر هم جمع میکنه. بله راستی که بد اوزش. چرا؟ هنو آب کفن اون ستا خوش نشده یه نفر دیگه ریغ رحمت رو سر کشید. چه؟ این یکی که میگن مریض احوال بود و سکته کرد. ناچ، من که باورم نمیشه حکمن یه نفر کمر بسته به قد همه پهلوانا عدم. حالا واسه چی؟ خدا میدونه. هر کیه پهلوان و غیر پهلوان سرش نمیشه. وگرنه تیغش لاغه سینه دوماد پهلوان خلیل و گزم یعقوب خدا بیامرز رو نمیدن. یعقوب بیچاره یعقوب تازه یه سال بود که لباس این کار رو پوشیده بود. جزم جماعت تو این قائله شدن چوب دو سر طلا. اگه بخوام مردم رو بپام که مثل جزم یعقوب گرفتار تیغ قاتل میشن، اگه بخوان جون خودشونو بپام که در انظار عموم میشن همدست قاتل و گرفتار تیغ زبون مردم. صاف و پوسکنده بگو دیگه. چی رو؟ نه دنیا رو داریم نه آخرت رو. خدا پدر. کی اونجا؟ ببینم تو حتم داری کسی رو دیدی؟ دیدن که دیدم؟ مگه این که خیالات برام داشته باشه؟ آره بابا ایشالا که گربه هست. گربه هست؟ بهتره که برگردیم. برگرد. دیر کردی پهلوان. خبری شده؟ هنو که نه. ارسلان خبر کردی؟ آره پهلوان، حالا میگه با سر کلش پیدا بشه. اصلانم نالیتی از آن دارم. بهت گفته بودم آره به درست نیست. اینو از پهلوان خلیل خدا بیامرز شده. ببینی پهلوان، پدر منو یه حرومی مثل همین جونور کشته کشته ما رو یتیم کرد. اگر نه چی؟ اگر نه ما واسه خودمون کس و کاری داشتیم. الان میشم تو بی کس و کار نیستی جون. سلام پهلوان. برای که سلام. دیر کردی؟ دیر رسیدم.
چیزی رو از دست ندید. اونجا رو نگاه کن. اولی تیسترم نیست به نامه میشه. اون یکی هم نوچه صف داره. اون بارو بندیلایی هم که اونجا میبینی حکمان مال تجاره یکی از یه قافره زدن. از کجا مطمئنی پره بود؟ بس فکر میکنی برای چی این موقع از شب و برای اومدن اینجا انتخاب کردن؟ دم غروبی پهلوان اسد میگفت دیروی قافله رو چپا کرد. آه حد میزدم ممکنه مال دوزی از اینجا سر در بیاره. صفدر جونه صفدر به یه شکلی تو این هفته شازده رو خبر کن یه سر بیاد اینجا. برای چی اینجا؟ سربند چپای قافله قبلی و اینکه چیزی واسش نفرستادیم حسابی از ما شاکی و شکاکه. های کارتو بکن تا یعنی حرفمونو باور نکرده؟ همون نکنم یه وقت دیدی و دار و دستهای رقیب ساخت و باق کرد اینه که پاس سیبیلشو حسابی چرد کرد. زمنم براش پیغون ببر که اگه چند قبضه توفنگ و یه بار فشنگی که قولشو داده بود زودتر به ما برسونه حسابی از خجالتش در میاد. یلا رو چشم زودتر رو جنبین ببرین تو. یلا بابا یلا بجنبین بجنبین حالا باز چیکار کنیم پره بود؟ فردا از خدمتی واعظ کسب تکلیف میکنیم. این ریختی پهلوان پاک داریم و قاتل تو شهرم قافل میشیم. ما در کجا مدون؟ شاید کار همین ناروتی اسلام باشه. نهیدم نیم در هر حال بهتر زودتر برگردیم شهر. قاتل تو نامه دویامش وقت قرار رو برای امشب گذاشته. حالا میگین چه خاکی به سرم کنم؟ هیچ اثر و نشونی از نصرت نیست که نیست. چه خبرته نرگس؟ مگه سقف تو با بوق همون برداشتن؟ اینجوری بچه ها رو هم میترسونی؟ زمین و آسمون زیر پا گذاشتم. نیست که نیست. تازه شما میگین چه خبره؟ خطولا رو فرستادم دنبالش. هر کجا باشه پیداش میکنه. شما حکمان یه رد و نشونی ازش دارین که اینقدر خیالتون راحته؟ واسه همینم تا تکلیف من و این بچه ها رو روشن نکنین از اینجا جم نمیخورم. که چی بشه؟ که به ما بگین سر نصرت چه بلایی اومده. مگه دیوونه شدی دختر؟ میخواین دیوونم کنین اما من دیوونه به شو نیستم. مگه این شما نبودین که بهش گفتین بره سراغ شیخ حسین؟ اون قاتل باباش بود باید میرفت. شیخ حسین اگه قاتل بود از زخم بهتون ناروا دقمرگ نمیشد. پاشو پاشو دست و پاتو جمع کن. اینقدر کردی و کردی تا از نصرت یه بزدل ساختی که حتی جرأت نکرد از قاتل باباش انتقام بگیره. حالا هم که دست تقدیر زده پس کله قاتل و جوب به سرش کرده معلوم نیست تو کدوم پس حله قمبرک زده و سماق قم نیمکه. اه اه شما انتظار داری نصرت یه قمه وردار رو تا دسته بکنه تو سینه خودش تا اینطوری معلوم بشه آدم نترس و شجاعیه؟ نصرت پیش از اینکه زن بگیره دل شیر داشت اما تو اونو ترسو کردی. اونقدر که دیگه حتی آرام میشه بگم پسر پهلوان خلیله. من نمیدونم شما چی از جون زندگی من و بچه هم میخواین. نکنه به تقاصه این که بچه های شما و دخترتون یتیم شدن میخواین بچه های منم به یتیمی بکشونی؟ باشین بریم بچه ها. باشین بریم. بریم که دیگه تو این خونه جای ما نیست. باشین سر جاتون بچه ها. عجب دوری زمونه شده. دختره اینقدر عشق غربیله اومد و نشست زیر پای پسره. حالا هم چش نداره مادر شوهرشو ببینه. عروس هم عروس های قدیمی. تو رو خدا بس کن دیگه مادر. تو هم تمومش کن نرگس. نرگس جون مادرم هیچی تو دلش نیست. اونم اندازه تو روحش پر میکشه که نصرت رو ببینه. تو که باید از حالش خبر داشته باشی. عیب نداره بزن نیششو بزنی. آب که از سر گذشت چه یه وجب چه صد وجب. زیاد دلنگرانی نکن زنده‌داش. خانده‌داش هم هر جا باشه همین امروز فردا پیداش میشه. اگه کشته باشنش چی؟ اون وقت من جواب بچه‌هاشو چی بدم؟ قاتل چون مرده
دیگه نگرونی موردی نداره. از کجا معلوم که شیخ حسین قاتل بوده؟ برای اینکه هیچ کس غیر از اون با خلیل پدرکشتگی نداشت. پس اون نومه تهدیدی که واسه پهلوان جواد فرستادن کار کیه؟ اون نومه مال قبل از سقط شدن قاتل بوده. نومه دویوم چی؟ اونم چند روز پی مرگ شیخ حسین. نومه دویوم؟ قاتل همین دیروز پری روز دوباره واسه پهلوان جواد نومه تهدید فرستاده. دوباره؟ محال قاتل زنده باشه. دروغه. این فقط به راجیای زنونه است. لابد کار همپالکیای شیخ حسینه. آره، فقط خدا کنه اینطور که میگیم نباشه. چرا؟ چرا؟ تو کوی و برزن چوپیچه شده که شیخ حسین از دست تهمتای نصرت دور و بریاش دقمرد شده. اگه رفقای شیخ حسین اونو مرا نوشته باشن که دخل نصرت هم اومده. پس بالاخره معلوم شد تاراج کاروانها کار کیه. حالا صلاح رو چی میبینید حاج آقا؟ ملتزم قانون بشیم یا خودمون آسیم بالا بزنیم؟ از اونجا که بعید نیست سر و سری میونه این جماعت با عملجات حکومتی باشه، التزام رسمی به قانون رو صلاح نمیبینم. پا چاره‌ای نمیمونه الا به این که خودمون دست به کار بشیم. میگم بهتر نیست از مردم کمک بگیریم پهلوان؟ اون وقت ممکنه قضیه زیاده علنی بشه و قبل از اینکه ما دست به اقدامی بزنیم خبرچینای اصلان براش خبر ببرن. حق با پهلوان جواده. فکر میکنم بهتر از پهلوانا و لوتی های مورد وسوق شهر کمک بگیرید. بفرمایید. ضمن این که باید ترتیبی بدیم تا همقدم با حضور شما در کاروانسرا گشتی های حکومتی هم وارد معرکه بشن. چرا گشتی های حکومتی حاج آقا؟ در جماعت امنی چیا صاحب منصب صالحی رو میشناسم به نام میرزا علی خان که با ابوی ایشون از قدیم الایام رفاقت دیرینه ای دارم. این جوان زی صلاح ترین صاحب منصب حکومتی جهت مداخله برای فرمان است. سر پهلوان اولی پهلوان جواد با هم دیگه اختلاف داری. درست، ولی الان موقع همدلیه. حق با پهلوان گریچه. پس یا حق چیش مد؟ حالت خوب نیست؟ بهتر از این نمیشه پهلوان. بر چرا اینقدر تو لب نشون میده؟ چی؟ آقا یادم افتاد امروز سال آقامه. پهلوان جواد کجا؟ نزدیک کاروانسرا منتظر پهلوان. بریم. هی هی.
خنده به لبام ننداز، میرم زن میگیرم. چی گفتی؟ لا صدا در Yeah.